دعوت کنیم. جناب مهتدی بفرمایید، خواهش میکنم. اگر میخواین صدا آقای تنها تشریف دارن، آقای مراد تشریف دارن، کنار من آقای وحید آقای طالبی، آقای طالبی آقای کنار من نشستن که هم عالی میخونن هم عالی تار میزنن. تو ایران واقعا همه معترف میگن بهترین سولیستای تار هستن ایشون. بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه ایشونو دعوت کردید. هستیم خدمتتون. بفرمایید جناب طالبی. پس بچرخونید اصلا دیگه من نزنم. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. احترام درود خدمت شما و سپاس از زحمات شما. خیلی ممنونم که این برنامه به این خوبی رو فراهم دیدید و تدارک دیدید و جا داره در اینجا از سرکار خانم باقری هم باز تشکر کنم که محبت فرمودن و این برنامه رو تدارک دیدن. والا صحبت از دوست عزیز و نازنین ما جناب استاد مهران مهتدی، دیگه همه عزیزان فرمودن اون چه که میباید رو و من صحبت زیادی در این رابطه ندارم. فقط میتونم عرض کنم که از اخلاق و ادب و بزرگمنشی ایشون همیشه آموختم و درس اخلاق گرفتم در خدمت این استاد عزیز و بزرگوار و سازشون هم که جای خود دارد. اما استاد داوود یاسری یک جمله ای رو اشاره فرمودن، گفتن مرحوم استاد تهرانی، گفتن درس اول درس اخلاق. و به هر صورت همیشه در خدمت استاد مهران آموختم و یاد گرفتم و امروز خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستم و راجع به بنده حقیرم البته یک قلو فرمودن. حالا میبینیم. خواهش میکنم ببخشید یه لحظه. فقط یکی از دوستان دیگه، منم با ایشون همکاری میکنم، آقای نه درستش کردم آقای مهدی رمضانی که گاهی اوقات اینجا زیارتش میکنیم، هم تار آلی میزنن هم زر. من امروز خواهش کردم که بیان با زر آقای طالبی رو همراهی کنن و حالا ببینید که به همه دوستان موزیسم که هستن دیگه ایشون رو میشناسن کاملا، ببینید که چقدر زیبا تار میزنه. اینا باعث میشن که هیچ وقت موسیقی ایرانی نمیره، ولی دفعه بعد باز چند تار میاریم بشیم بحث کنیم دوام میکنیم. براو، خیلی ممنونم، هستیم خدمتشون. مواظب باش. خب سبت نگاه چک کنید اگه نمیزونید هستی Thank you.
Thank you.
واقعا براو وحید جان، مرسی، باریکلا، فوق‌العاده بودین، فوق‌العاده عالی هستین. من نمیدونم، شاید من اینو باید اینجا بگم، این روز هست یک مخاطبه، من نشنیدم تو دنیای زوم با این کوالیتی که به هر ترتیب به این شکل هست، بی خود نیستش که استاد مهتدی در مورد شما به این شکل صحبت میکنه. واقعا لذت بردم، دست مریضات و ممنونم ازت. حالا بنده در رشته خودم عرض میکنم که هست از استاد چیزتهای تلیمی استاد فرهنگ شرکی و استاد مریم جماعت و فقط همین دو بزرگوار کفایت میکنه برای شم سخمن تا نوازی ایران. خیلی ها هستن، همه هم عزیزن، همه هم به قول استاد تو همیشه خوب صحبت میکنن، بلد هستن چطور صحبت کنن، میگن همه خوبن، همه هم قابل احترام هستن. هم ما جفت های موسیقی های زیاد داشتیم، کما که شهناز و شریف، فرزنده و توکل، ایرج و گلپا، یا حبیر و بدیعی، همین اسامی که بنده عرض کردم برای جاودانگی هنر موسیقی کافی هستش و همه خوبن، همه هم عزیزن، ما هم به همه احترام میذاریم، ولی هرچه داریم از این بزرگواران هست و امیدوارم که تمام عزیزانی که این ساز مقدس را میزنن در رشته موسیقی اصیل ایرانی، حالا فرقی نمیکنه تار ویولون، خیلی ها سوال میکنن که آقا تار سختره یا ویولون یا سنتور سختره، همیشه من اینطور جواب دادم که این سوال صحیحی نیست. چرا؟ اینکه سازها از نظر فیزیکی ممکنه با هم فرق بکنن، اما از نظر مطلب موسیقیایی هیچ تفاوتی با هم ندارن و همشون بیان و گویش یک لهجه از موسیقی اصیل و بهتر بگیم موسیقی ملی ایران رو بیان میکنن. به هر صورت من خیلی خوشحال شدم که در خدمت استاد مهران عزیزم امروز زخمه‌ای به تار زدیم در خدمت دوست دیگرمون آقای رمضانی عزیز با تنبکش بسیار خوبی که زدن و منو یاد استاد سعید روزبری انداختن با این سبک از تنبکشون که واقعا جا داره از جا یاد استاد سعید روزبری هم کرده باشیم که در تنبک نوازی الان نفر اول تنبک ایران هستن. در صورت باز هم از همه عوامل تشکر لازم رو به جا میارم. خیلی ممنون، سپاسگزارم، می‌سپارم به استاد مهران عزیز.